ولی عشق چیز دیگه یه سپر. به هیچ چیز به جز صدای آب فکر نکن. من اینو خوب میدونم که تو دیگه منو دوست نداری. بله. سلام پدر. شراره؟ شراره مگه برگشته ایران؟ بعد تازه مگه اون میتونه؟ خیلی خوب، خیلی خوب. من اتفاقا همه سر همون خیابونی هم که شما گفته بودیم. یه دقیقه گوشی؟ آره اصلا فکر کنم دارم میکنم. خیلی خوب خیلی خوب میرم پیشش بهت زنگ میزنم. خدا حافظ. شراره خانم سلام، بفرمایین بالا. بفرمایین سوار شین. سلام. میبخشین آقا سفر، من شناختمتون. قیافتون خیلی عوض شده. نه اینکه شما مثل همون 10 سال پیشت موندید. تو این مدتی که خارج از ایران بودی من از همه این حالتون رو میپرسیدم. آره بابا میگفت. زنمو چطوره؟ راست بزنم به تخته، چقدر چهرهتون عوض شده. ممنونم. بهتره حواستون به رانندگیتون باشه. میگم هنوز اون عکسای دوران بچگی رو داری؟ نه من که ایران نبودم مامان همه رو گذاشته تو انباری. ولی من همه شون رو قاب کردم. اگه دلت بخواد اصلا برات اسکن میکنم میزنی سیدی. نه ممنون. اما میگفت که باهات راجع به درس و اینا صحبت کنم. میخوای من هماهنگ میکنم بهت زنگ میزنم باشه؟ میگم اگه موافقی بریم یه جایی بریم بشینیم. آره آینده هم باید وقت منم دیگه همیشه حواسم به راهنده هم هست. باشه من حرفی ندارم. پس بزن بریم. پس گفتی که توی 2 ساعت از درستات مشکل داری. آره برات شکر بریزم؟ ریاضی، زبان. نه من تلخ میکنم. پس منم تلخ. ریاضی، زبان. هر ریاضی رو شروع کنیم بعد بریم سر. تو که نمیتونی تلخ بخوری واسه چی لجبازی میکنی؟ این که لجبازی نیست کشکه. ببین من میخواستم با هم دیگه تفاهم داشته باشم. آها توی ریاضی ضعیفتری یا توی زبان؟ تو تلخی. میدونی من اصلا مذاقم شیرین. ماشاءالله زبانت که خیلی خوبه. پس بریم سراغ ریاضی. ریاضی؟ بابا من هنوز تا 4 تاش موندم. ریاضی. پس چجوری حساب کتاب کارخونه بابا تو میکنی؟ مگه عمویه اجازه ارزنده اونجا به من میدن؟
البته بابای من نه. دیگه توی چه درسی؟ ببین من اصلا کلن توی این چیزا پرتم تعطیل. سپر تو چرا همه چیزو به شوخی میگیری؟ به شوخی نیستش که، بعضی چیزا خیلی جدی. امیدوارم درس خوندن جزو اون بعضی چیزای جدیت باشه. اوکی؟ اوکی. تا اگه استاد شما باشی مثلا از این هم جدیتر باشی. خیلی خوب، پس من برنامه درسی رو تنظیم میکنم، همه رو آماده میکنم، با تلفنی همه هایی میکنم. باشه؟ باشه، من فول تایم در خدمت شما. از هر این شغلی چی دست استاده. کافی رو بخوریم بعد من برم. باشه؟ باشه، بعد من خودم برسونم. باشه. تو بابا ببینتت خوشحال میشه. نه دیگه خیلی ممنون، ایشالله باشه یه دفعه سر فرصت خدمت میبینم. باشه هر تو راحتی، پس برنامه هاتو مینویسم با تماس میگیرم. باشه، پس من منتظر زنگتم. باشه حتما. خیلی خوب بود، مرسی. قربان شما. خداحافظ. خداحافظ. به امید دیدار. اگه من چند روز پیش نیومدم اونجا پیش شما گفتم که قیمتا تغییر کرده. بله آقا سپر، اون روز شما فرمودید. اما چی؟ آخه اینجا هر کی حرفی میزنه. اما شما دستور دادن به همون قیمت قبلی فاکتور بزنی. شما که دفعه قبلم هم همین حرفو زدی. آخه شما در جریان بعضی از مسائل نیستید. بعضی خورده فرمایشات مثلا. آقا مگه غیر از اینه که پدر بنده اینجا همه کاره است. حرف اونه، در غیاب اونم من. البته نگفته نمونه. پدر جناب علی تمام فاکتورها رو امضا کردن. و در جریان همه امور هستن. این ممکن نیست. من بررسی میکنم، نتیجه رو به شما ابلاغ میکنم. آسفه، اون دستگاه قلدبر صبح تا حالا خوابیده. بفهمید پشت اون دستگاه اون راش بندازه. اون کار مگه وظیفه منه؟ پس بفهمید وظیفه جناب علی چیه اینجا؟ وظیفه من امور مالیه. امور مالی. امور مالی. آقا امور مالی یا امور تیپ و قیافه و شکم؟ بابا اون ایدی چی شده پسر؟ من جلسه دارم، متوجه نیستی؟ کار من فوریه. خیلی خوب، یه چند دقیقه بیرون منتظر باش، الان جلسه تموم میشه. خب میگفتی پسرم، چی شده که اینقدر نگرانی؟ با شرره صحبت کردی؟ ببین پدر، من دیگه لزومی نمیبینم که اینجا بمونم. برای چی؟ درباره چی داری صحبت میکنی؟ ببین با این اتفاقاتی که اینجا داره میفته، من میترسم یواش یواش اینجا دیوونه بشم. اتفاق؟ کدوم اتفاق؟ شما مثل کسی هیچی خبر نداری. منظور دستی چی؟ چیه پسرم؟ بابا، همین چیزایی که داره دوربر شما اتفاق میفته، همین چیزایی که میترسم آخر خود شما رو هم نابود کنه. من نمیدونم تو داری از چی حرف میزنی سپر. میتونم ازت خواهش کنم که وقت واضح تر صحبت کنی؟ اختلاس. کدوم اختلاس؟ چی؟ اینجا که همه چی مورد قبول منه. حتی برادرها؟ از چی داری حرف میزنی؟ ببین محموله که قرار فرستاده بشه اهواز، اجازش هم صادر شده. آره صادر شده. خب مشکل چیه؟ فاکتورها همه فاکتورهای قدیمیه، به قیمتهای قبل، قیمتهای پایین. میدونی چی داری میگی؟ اونا همه تحت نظر عمو نادرت بوده. به علتش هم همینه. ساکت باش بچه. صد بار بهت گفتم به جای بهتان زدن به دیگران سعی کن خودت اصلاح کنی. من بهتان نمیزنم، این واقعیت. واقعیت؟ واقعیت اون چیزی که تو قادر به درکش نیستی. من برادرمو بهتر از تو میشناسم. پس من حالا میفهمم که مادر چی میگه. اما نه دفعه مادر تو.
خوب مادر پسر میشین خیال بافی میکنی تا یه جوری منو کلافه کنی. اگه دروغ میگه ببین سپر چه راست چه دروغ همینی که هست. هر کسی ناراحته میتونه بره جایی زن بچه پیدا میشه، ولی یک کسی نیست برای من برادر بیاره. این حرف آخرت دیگه، یعنی اتمام حجت. آره اگه خیلی همین چیز دیگه هم میتونه باشه. میتونم بپرسم چرا؟ دوباره اگه ناراحت نمیشه میتونی. خب میخوام بدونم. ببین پسر، من همیشه بر اونا سمت پدری داشتم، ربط از شما اونا رو میشناختم. اونا کمر پشت بار من هستن. خب مگه ما؟ ببین پسر، هیچ ارث و میراث‌خواری آدم رو دوست نداره، حتی اگه فرزند باشه. من چشم ارث و میراث شما ندارم. شما افکارت پوسیده است، به بچه‌هات ایمان نداری. اون دوره گذشت. اتفاقا برعکس، این جریان روز به روز داره بیشتر ساخته میشه. خیلی خوب، حالا که خودت میخوای بذار اینا همه زندگی تو بالا بکشه. آره بهتر از اینه که شما نظرم کاری تو نقطه کنی و به خاکی تو بریشون جم. بله سلام شهره جون، توی بفهم تو. ماما شهره جون اومده با دادش سپر درس کار کنه، من میرم در رو باز کنم. بازم با هزار نازی کرشم. تو بیا برو بالا درس تو بخون، من باز میکنم. اگه امروز دوشنبه هست اصلا که به تو خوش گذشته ها. خوش که نه، بفهمی مگه این سپر حواس برای ما میذاره. چطور مگه چی شده؟ چند روز پیش تو کارخونه با عموش دعواش شده. دعوا؟ آره الان چند روزم هست که رفته تو اتاقش، نه غذا میخوره نه با کسی حرف میزنه، نمیدونم چه مرگشه. میخوای من باهاش صحبت کنم؟ آره به خاطر اینکه من نتیجه نگرفتم از صحبت باهاش. تو صحبت کن شاید به یه نتیجه برسیم. بفرمایید. باشه میگم ستاره براتون نوشیدنی بیاره. مرسی. سلام. سلام. چی شده باز قنبات گرفتی؟ واسه چی پرده ها رو کشیدی؟ چیه؟ باز چی شده؟ ببین من امروز اصلا حال و حوصله ندارم. میدونم. ولی من اینجام که با هم درس بخونیم. درسته؟ خیلی خوب. بخون. Did you practice your homework? Yes. Good. Let me see. راستش بخوای حوصله درس خوندنم ندارم. میدونم. از حالا روزت معلومه. خودت رو توی اتاق حبس کردی، غذا نمیخوری، پرده ها رو کشیدی، با عشقی حرف نمیزنی، همه رو اذیت میکنی. چرا؟ اصلا واسه چی توی کارخونه دعوا کردی؟ تو که نمیدونی چی شد. نمیدونم ولی دلیلش هر چی که باشه با دعوا کردن چیزی حل نمیشه. درسته؟ تو اگه جای من بودی چیکار میکردی؟ اگه من جای تو بودم قبل از هر چیز اینقدر احساسی برخورد نمیکردم. منطقی فکر میکردم، منطقی رفتار میکردم. اصلا تو چرا یه جلسه با پدرت نمیذاری بشینی باهاش صحبت کنی؟ چرا؟ دلت خوشه. اون اصلا حرف آدمو گوش نمیکنه. آره ولی هر کسی هم یه قلقی داره. ممنون عزیزم، من همیشه به تو زحمت میدم. نه بابا چه زحمتی. سپه شامل داری؟ من نه. چرا میخوره. ممنونم. خیلی خوب. بیا بخور گلو تازش. تو چقدر خوبی؟ چطور؟ خب همین که من میتونم باهات صحبت کنم، میتونم باهات درد دل کنم،
میتونم. ممنونم که اینو میگی سپر، ولی میخوام اینو بدونی که هیچ کس نمیتونه جای پدر و مادر برای تو پر کنه. میدونی اون طفلکی الان چه زجری دارن میکشن؟ نمیدونی مامانه چقدر ناراحت بود. بیا باهاشون صحبت کن، منم کمکت میکنم، کمکت میکنم که مسائلت حل بشه. باشه؟ چقدر خوبه که یکی آدمو درک کنه. میدونی تنهایی خیلی سخته. نشکن دل عاشقمو تنها مزار دلم نکن، ببین چقدر دوست دارم این کارو با دلم نکن. اگه ازم جدا بشی بدجوری از هم میپاشم، قلبمو دست کم نگیر میتونم عاشقت باشم. ساده رد نشد تو که یومی خوب بودی، بازم بمون و بد نشد. من از خدا جز عشق تو هیچی نخواستم، نمیخوام اگه بری دنیا دیگه تاریک و غمگینه برام. من از خدا جز عشق تو هیچی نخواستم، نمیخوام اگه بری دنیا دیگه تاریک و غمگینه برام. از آسمون من نرو ستاره باش برای من، سنگین بار غم تو برای شونه های من. اگه به دادم نرسی مثل یه سراغ میشنم، آخه باید من به کی بگم که عاشق چشات منم. الو سلام. سلام شرار خانم، حال شما خوبه؟ مرسی، منم بد نیستم. میخواستم اگه میشه امروز ببینم تو. که نکردم. نه تو چرا توی کافی شاپ با من قرار میذاری؟ بابا چه اشکالی داره ناسلامتی ما دخترم و پسرموی ما؟ مردم که نمیدونم ما دخترم و پسرموی. ببین من یه سری صحبت ها داشتم، میخواستم قبل از سفر اونا رو با درمیون بذارم، دیگه ناچار شدم. حالا ولش کن، پیش رفتم چطوره؟ پیش رفتت عالیه، به شرط اینکه یه ذره حواستو جمع کنی. اون یه ذره دیگه دست من نیست. پس دست کیه؟ دست دله. خب وقتی دست دل باشه باید پیشرفتت خیلی بیشتر باشه. خب ببین تا پیشرفت رو در چی ببینیم آخه؟ این خیلی مهمه. مگه غیر از درس پیشرفت دیگه یه مد داشته باشی؟ بله. ببین داستانش برمیگره به گذشته های خیلی دور. این یه زخم کهنه است که سر باز کرده و آقای خودشیفته رو گرفتار کرده. آره اگه خودشیفتگیش رو ازش حذف کنیم بله گرفتار کرده. حالا اون کیه که دل داداش ما رو برده؟ واگه تو حالا نفهمیدی که هیچی دیگه، میذاریم به وقتش. باشه، همیشه کارات پر رمز و رازه ها. شاید. خیلی خب حالا بریم یه چیزی بخوریم. بفهم. باش. ولی دیگه کافی شاپ قرار نشه. خیلی خب بفهم. خب نگفتی مناسبت امروز چیه؟ یه تشکر ساده است به خاطر همه اون چیزای قشنگی که تو این مدت به من برگردوندی.
مثلا چی؟ مثلا همین که من فهمیدم که زبانم چقدر خوبه، تو ریاضی مخم، همین چیزا دیگه. یعنی توی این مدت کوتاه یهو به این همه نبوغ رسیدی؟ بله. میدونی آدم وقتی که انگیزه کافی داشته باشه میتونه یک شبه نابغه بشه، شاعر بشه، عاشق هم بشه. آهان، پس مشکل پسر عموی ما انگیزه بود. آره انگیزه هم یکی از همون چیزی بود که تو به من دادی. ببین من اصلا واسه انگیزه دادن به تو هیچ برنامه ریزی نکرده بودم. خب ببین این چیزا اصلا برنامه ریزی نمیخواد، همینجوری خودش میاد بدون هیچ برنامه. چیه؟ چرا ساکتی؟ البته میگن سکوت سرشار از ناگفتنی هاست، شاید هم علامت رضاست. ببینم درس همون خوب پس دادم. خیلی وقت بود که میخواستم احساسم رو به زبون بی زبونی یه جوری بهت بفهم. ببین سپر، احساس من یه چیزیه، یه جور مرزه بین... مرزه بین چی؟ نمیدونم، شاید... شاید چی؟ شاید درست سیغل نخورده باشه، یه ذره گیجم، نمیدونم. ببین من دیگه نمیخوام این فرصت رو از دست بدم. فرصت چیو؟ همین با تو بودن و... خب مگه الان با هم نیستی؟ نه، همیشه با تو بودن. ببین سبه، این روزو داری پاک منو گیج میکنی ها؟ من اصلا همچون قصدی ندارم. من فکر میکردم که تو خیلی پیش از اینا فهمیده بودی. خب اگه بخوام باید صادق باشم باید بگم یه حدسایی زده بودم، ولی دلم نمیخواست زیاد جدیش بگیرم. خب پس متاسفانه باید بگم که مثل که شما خیلی چیز رو جدی نمیگیرید. گفته بودی میخوای بری سفر. آره یه دو هفته میخوام برم کیش. این زمانم فکر میکنم خیلی فرصت خوبیه برای تو که احساسات خودتو صیقل بدی. دو هفته؟ همه برنامه‌ریزی‌های من که به هم میخوره. البته توی ریاضیت خوب پیشرفتی، ولی توی زبان حالا حالا ها باید باهات کار کنم. غذات سرد شد. ممنونم سپر، واقعا خوش گذشت. خواهش میکنم. میدونی من فکر میکنم که اصلا بهتر از این دیگه نمیشد. عشق همه چی رو باشکوه میکنه. من الان اصلا احساس میکنم که همین الان متولد شدم. آره راست میگی، منم همینطوره. خیلی دوست داشتم که میتونستم یه جوری احساسمو بهت بفهمونم. ببخشید من توی این مورد یه ذره خنگم. چشما، ببین چشما بیان کننده که تمام حقایق در قلبه. ولی تو باید این مشکل هر چیز زودتر حل کنی. باشه، بذار مسافرت برگردی یه فکری بارش میکنی. باشه، به امید خدا تا قسمت چی باشه. ببین من یه ذره دیرم شده، باید برم به عمو زنمو سلام برسون. باشه. ولی میگم چقدر زود گذشت. ببین زمان واسه قلب عاشق دو جور عمل میکنه، یا خیلی تون میگذره یا خیلی کند. دقیقا. شاید این دو هفته که من از تو دورم و طولانی ترین زمان عمرم باشه. من برم دیگه. باشه، خداحافظ. خداحافظ نه، به امید دیدار. خیلی خوب، به امید دیدار. به امید دیدار. مواظب باش.
الو شرار، سلام، حالت خوبه؟ ببین من همین الان رسیدم. آره نه بابا، هر چی که سعی کردم تماس بگیرم نتونستم، اصلا آنتن نمیداد. من الان سر کوچه‌تون نشستم، همینجا منتظرت میمونم تا بیای. باشه؟ ببین واسه استراحت کردن وقت زیاده، ولی برای حرف زدن ممکنه دیر بشه ها، پس من منتظرت میمونم تا بیای. خداحافظ. سلام علیکم. این کارا چیه میکنی؟ خب بعدن صحبت میکردی. من میخواستم زودتر ببینمت. سوار شو. اصلا فکر نمیکردم بیای پیشوازم. آخه تو یه جوری گفتی که اگه من نیام پیشوازت کنار خیابون وامیستی، ترسیدم واقعا این کار رو بکنی. میدونی؟ آخه میخواستم قبل از اینکه هر کسی دیگه رو دیده باشم اول تو رو ببینم. ببخشید مزاحمت شدم. نه خواهش میکنم، چه مزاحمتی؟ کارت خوب پیش رفت؟ آره از لطف عشق همه کارام به خوبی مثل انجام رسید، خدا رو شکر. راستی ها من یه سری چیز ناقابل برات آوردم که یادم باشه بهت بگم. ممنونم، من که به چیزی احتیاج ندارم. من اونجا همش به فکر تو بودم. تو منو میترسونی سپهر. مگه کسی از عشق میترسه؟ نه من از عشق نمیترسم، از شدت عشق میترسم. این که ترس نداره. چرا ترس داره؟ میگن آتیشی که شعلش خیلی زیاد باشه زود خاموش میشه، اما این آتیش با بقیه آتیش ها فرق. چه فرقی میکنه سپر؟ اصلا شاید من لیاقت عشق تو رو نداشته باشم، شاید تو یه روزی پشیمون بشی، شاید یه روزی دوست هم نداشته باشی. بابا بی خیال، این فکرها رو به سرت راه نده. مادر، مادر، اینا مثل که نیستم، یعنی کجا رفتم؟ سلام داداش، خوبی؟ خوش اومدی سر شهرتون. مامان رفته خونه خاله، من الان میرم به زنگ میزنم، بیاد یه لحظه صبر کن. دستت درد نکنه قربونت برم، بیا بریم یه نوشیدنی چیزی بخوریم فعلا. بیا بهتره من برم. کجا بریم؟ ما مثل که یه عالم حرف داریم میخواییم با هم بزنیم. آره حالا فرصت زیاده، باشه بعد. تو به همین زودی قرارمون رو یاد رفت؟ نه یادم نرفته، ولی حالا بعدا دیگه ولی نداره. بیا یه آب میوه چیزی بخوریم بذاریم گلومون تازه. ستاره ببین توی یخچال آب میوه چیزی پیدا میشه، بیاریم و بخوریم. حالا بریم سراغ سوغاتی ها. این هم سوغاتی شرار خانم خودم، امیدوارم که خوشت بیاد. ممنون، خیلی قشنگه. منتها من چیزی که بتونه ارزش واقعی تو رو نشون بده نتونستم پیدا کنم. اغراق نکن. این اغراق نیست، واقعیته. داداش هدیه واسه من چی آوردی؟
اینم سوغاتی خواهر کوچیک شیطان خودم. مرسی داداش. اینم ببر. مرسی. چرا ساکتی؟ همینطوری. خب نمیخوای راجع به تصمیمت چیزی به من بگی؟ البته خب به نظر من، من و تو همون موقع به نتیجه رسیده بودیم. ببین سپر، من و تو با هم خیلی متفاوتیم. یعنی چی؟ یعنی که دنیای من با دنیای تو خیلی تفاوت داره. من و تو هر دوتامون داریم توی یه دنیا زندگی میکنیم، از بچگی هم با هم بزرگ شدیم. حالا چی شده که تو به این نتیجه رسیدی که دنیای من تو با هم متفاوته؟ ببین، تعبیری که من از عشق دارم با تعبیری که تو از عشق داری خیلی فرق میکنه. ظرف همین دو هفته تعبیرامون هم با هم دیگه فرق کرد. آره؟ آره. لب مطلب رو بگو. بذار وسط دقیق تر بگم. ببین، من رابطه خودم و تو رو از کودکی تا الان حسابی بهش فکر کردم. خب من و تو با هم خیلی صمیمی هستیم، رابطه‌مون خیلی دوستانه است، ولی عشق یه چیز دیگه است. میتونم بپرسم که عشق از دید شما به چه معنیه؟ عشق رو نمیتونم تعریف کنم، ولی فقط میتونم بهت بگم که عشق یه چیزی که آدم رو ویرون میکنه. میفهمی؟ خیلی خوب، اگه منو ویرون نکرده. خب عشق باید دو طرفه باشه. خب اگه به سراغ تو نیومده؟ نه، احساس ویران شدن به من دست نداده. همش دروغ. سپر، اونو دروغ نبود، میتونم بگم عشق نبود. یا شاید عشقی که پاسخوی عشق تو باشه نبود. میفهمی؟ خدا کنه که فریبی در کار نباشه. چجوری حالیت کنم سپر؟ تو این کار به همه چی تردید داری؟ آره؟ اینقدر داغون و خستم که سنگینی دنیا رو دوشم احساس میکنم. متاسفم. ولی تأسف تو چیزی رو حل نمی کنه. حیف اون همه احساس پاپا قشنگی که به پای من ریختی. آره؟ خداحافظ سپر. چه صبحانه‌ای. دست شما درد نکنه خانمی. میگم امروز هوا خیلی خوبه. آره هوا خوبه. چی شده؟ تو که حالت خوبه؟ حال من بد نیست. بس چرا قدر درهمی؟ نمیتونم، همیشه میخواستم یه چیزایی رو با صراحت بهت بگم. خب همیشه فرصت برات بوده، حرفت بزن. برای تو بله، ولی برای من هیچ وقت نبوده. لاله، دوباره مشکلی پیش اومده؟ دوباره پیش نیومده. مشکلیه که بوده، از قبلم بوده، الانم هست. مشکلیه که تو هیچ وقت نخواستی اونو ببینی، هیچ وقت ندیدی، و حالا نتیجهش این شده که حاصل همه زندگیمون داره از دست میره. کارخونه؟ همین فکر و ذکرت شده کارخونه. نه خیلی، کارخونه نه، نادر داداشتم نه. این پسرمونه که سر جاش نیست، همه چی سر جاشه. اونه که سر جاش نیست، روز به روزم داره از بین میره. چرا درست حرف نمیزنی؟ چی شده؟ بیماره؟ آره،
اگه بشه اسمشو بیماری گذاشت. اینقدر در لفافه صحبت نکن. اگر بیمار شده خب بگو شاید رای علاجی باشه. بیماریش کمبود عاطفه است. بیماریش اون عدم اعتمادیه که تو براش به وجود آوردی. مگه من چیکار کردم؟ چی ازش کم گذاشتم؟ گرسنه‌اش گذاشتم؟ لباس براش نخریدم؟ پول تو جیبی ندیدم؟ چه کاری بوده که براش نکردم؟ همه چی از نظر تو فقط پول و لباس و غذاست. مگه چیز دیگه هم هست که براش بخرم؟ عزیز من، خیلی چیزا رو با پول نمیشه خرید. مثلا چی؟ عشق، محبت. اینا رو میتونن برن بخرن؟ عشق و محبت چیزی نیست که بریم تو بازار و پول بدیم بخریم. یه سری بهش بزن ببین آخه چی داره میگه. با من که حرف نمیزنه، سکوت کرده، غذا نمیخوره، خودشو تو اتاق حبس کرده. تو رو خدا یه فکری بکن، الان وقت این بحثا نیست. حبس کرده؟ یعنی چی؟ حرف که نمیزنه، علتشو به من بگه. ببین لاله، بهتره تو بری باش صحبت کنی. میدونی صحبتهای تو رو بهتر میفهمه. آقا من باهاش صحبت کردم ولی نتیجه نگرفتم. بس بگو میخوای من رو سنگ رو یخ بکنی. خیلی خوب باشه. تو پی... سپر چطوری پسرم؟ چیزی کم کرسه داری؟ چیزی نمیخوای بیرم برات بخرم؟ مشکلی بیش اومده پسرم؟ نکنه دست عموات دل خوری. تو که اخلاق همون نادره بهتر از من میدونی. اون با منم درست حسابی صحبت نمیکنه. پدر من طوریم نیست، لطفاً دست از سرم بردار. بس چی شده؟ ببین یه مشکلی برام پیش اومده که خودم حل میکنم. از دست شما هم هیچ کاری بر نمیاد. هرچی پول میخوای بگو بهت بدم، هم من عذاب نده هم خودت اذیت نکن. لطفاً اگه میشه از اتاق من برید بیرون، میخوام تنها باشم. پسرم نکنه عاشق شدی و ما بیخبریم. اه بای کلا، شما از این چیزام سر در میارید؟ ای آخه ما یه روز روزگاری جوان بودیم. احتمالا اون روزا عاشق همون سنگا بودی. درست مثل مادرت صحبت میکنی. خب لابد اونم دلش از شما پره. دقیقا تو دست پرورده همونی. به همین دلیل منو باور نداشتی؟ بچه جون تو هنوز جوونی، تو حالا لالا خیلی چیزا رو باید بفهمی. شما که الان انقدر بزرگ شدی فکر میکنی همه چی رو میفهمی؟ نمیدونم، شاید. پس فکر نمیکنی در مورد ما کم کاری کردی؟ من کوتاهی کردم بسر. من که هرچی تو خواستی. بحث من و شما هیچ فایده ای نداره، به هیچ نتیجه نمیرسیم. اینم که بار اولمون نیست. نمیدونم، واقعا نمیدونم. پدر جونم. پسرم قبل از اینکه بری میخواستم یه چیزی بهت بگم. بگو پسرم، گوش میکنم. ببین شما خودتو قربانی به دست آوردن مال و منال دنیا کردی. درسته پسرم. خب از این نظرم هیچ کم و کاستی برای ما نذاشتی، اما معنویات چی؟ ببین پسرم، من میخواستم بهترین پدر دنیا بزن باشم، ولی نمیدونم کجای کارم اشتباه بود.
چند روزی از خونه دور باشه. چرا میزنی؟ میدونم، میخوام برم تو دل طبیعت. خب برو ویلای شما. نه، میخوام یک بارم که شده خودم تصمیم بگیرم. باشه بزن، باشه، هر طور میخوای خودت، هر طور دوست داری. رفتم فراموشت کنم، عشقت بره از سر من، نمونه تصویری ازت برای رویایی شدم. رفتم که بود نشی بازم، نشکنی باز دل منو، هر دم به یادم نیاری روزای با تو بودن. فایده نداشت، فایده نداشت رفتن تو، رفتن من. مرهم رو زخم من نزاش، رفتن تو، رفتن بخشید. مقصر اصلی من بودم. اگه صدمه بهتون رسوندم تلافی کنم. نه بابا. خوش به حالتون، داری میری سفر؟ سفر نه، دارم میرم کو. کو؟ اونم این وقت روز؟ معمولا صبح زود میرم کو. از شبخه حال نداشتم، گفتم برم کو یه ذره حالم جا. حال آدمی همیشه با خودشون، نه تو گذشته است، نه تو آینده، با خودت. منظورتو نمیفهمم. ببین، من و شما باعث ریختن این آب شدیم. اگه من یه مقدار بیشتر دقت میکردم و متوجه میشدم که شما حال مناسبی ندارید، خب از مسیرتون کنار میرفتم و این آب نمیرید. به همه راحت. آدم که علم غیب نداره که بابا. اگه بخواد میتونه به دست بیاره، ولی احتیاجی نیست. آدم فقط کافیه یه مقدار تو کارش دقت کنه، فقط همون کاری رو انجام بده که داره انجام بده. یه مسئله هست که میگه آدم میتونه هم توی آسمون پرواز کنه، هم روی آب بیسته. ولی روی دو تا پا راه رفتن خیلی سخته. یه چیزایی نشده شنیدم، ولی به یه بزرگی گفتن تو مگه دین جدیدی آوردی؟ گفت نه. گفت پس چی میگه؟ گفت من میگم اگه مردم غذا میخورن، فقط غذا بخورن. اگه راه میرن، فقط راه برن. اگه آب میخورن، فقط آب بخورن. گفتن خب ما هم همین کار میکنیم. گفتن شما تنها کاری که موقع غذا خوردن نمی کنید، غذا خوردن. یعنی فکرتون اینقدر مشغوله که حواستون به غذا خوردن نیست. آدم باید
همیشه کاری رو انجام بده که این کار انجام بده. حالا بریم برای من فکر میکنم شما رو یه جا دیدم کارگاه بابا. آره تو کارگاه بابا دیدم دیگه. آقا ماهیا درست میگم؟ حالا آقا سفه من از اون اول شما رو شما اسمم ماهیاره، همون که از دانشگاه اومده بودم، دانشگاه هنر، کارمند صنعت معدن بودم و به خاطر علاقه زیاد تو کارگاه بابات مجسمه میساختم. خب پس چرا ادامه ندادی؟ اتفاقا ادامه دادم به خاطر علاقه زیاد به پیکرتراشی از کارمندیان استفاده. ببین داداش اون حرفایی که زدی اونا به نظر من همش حرفه. آدم میتونه هم راه بره هم فکر کنه با هم دیگه، به شرط اینکه حواسش جمع باشه که اتفاقی براش نیفته. من افتادم تو چاله، اینجا یه چاله بود. آدم توی راه رفتن اول باید به مقصد فکر کنه، بعد اینکه اسبش تو چاله ها نیفته. اسبش تو چاله ها نیفته. حواست جمع باشه. سفه این همه مدت کوه اومدی تو الان دقت کردی به محیط اطرافه؟ لذت بردی از این فضا؟ به برگای درخت ها دست زدی؟ شاخه ها رو لمس کردی؟ نفس همه کشیدی تو این هوا؟ این همه نعمت خداوند به ما داده. میایم و همینجوری از بغلشون میگذاریم بدون یه لحظه توجه، یه لحظه دقت، یه لحظه شکر. انگار خورشید داره میمیره، آسمون هم داره براش گریه میکنه. خورشید هر روز میمیره و باز دوباره متولد میشه، چون ما نبودن خورشید رو مرگ میدونیم، ولی خورشید فردا دوباره از مشرق طلوع میکنه و به زمین زیر پای ما نگاه میکنه. ولی من و تو چیش سفه؟ من و تو فقط یک بار به دنیا میاییم، یک بار حق به زندگی داریم، ولی قدر اون رو نمیدونیم و خیلی مفت از دستش میدیم. ببین سپه، ما باید به این باور برسیم که ارزنده ترین هدیه‌ای که خداوند به ما داده همین حیات و زندگیه. نباید اونو با آسونی از دست بدیم، باید با چنگ و دندون ازش دفاع کنیم. از صبح تا شب که بلند میشیم نباید افکار مریض و بیمار رو دور خودمون جمع کنیم. یعنی شما میخوای اینو بگی که اونایی که الان مریضن اگه به زحمت خوب میشن به خاطر اینه که آرزوی سلامتی نمیکنن؟ اصلا جرأت این کارو ندارن. اونا فقط دوست دارن که حالشون از اینی که هست بدتر نشه. اگه با تمام وجود بخوان مطمئن باش که منحنی سلامتیشون به جایی که رو به پایین داره سیر سعودی رو طی میکنه خیلی سریع، ولی این کارو نمیکنه. خیلی خوب، 10 بار نفس عمیق بکش، این کارو چند بار تکرار کن، بعضی وقتا نفستو نگه دار، بعد به آرومی بده بیرون.
موقع راه رفتن، راه که میری یه مقدار تند، یه مقدار آروم، باز دوباره تند. بخند. به چی بخند؟ بی خودی. به هیچی. بی خودی بخند. بخند؟ همجوری بخند. با تمام وجودت بخند. بخند، از خندت لذت ببر. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان. امروزه به نظر من برعکس شده. اون قسمت دومش اشتباه گفته. اینجوری میشه گفت؟ یعنی الان اینجوریه؟ نه، همین لباس زیباست نشان آدمیت. خب بستگی به این داره که آدم چطوری هدفش رو انتخاب کنه. میتونه همونایی انتخاب کنه که دائم این اسبه بخواد بخوره، بیا شامه، به تازه تولید مثل کنه. اگه آدم بخواد به حرفای اسبش گوش کنه، دنبال اون بره، وقتی که شخص بمیره کرما متولد میشن، شروع میکنن به خوردن، تولید مثل، زاد و ولد، باز خوردن، تا اینکه هیچی از لاشه آدم باقی نمیمونه. یه پوست و استخونی که موند، بعد شروع میکنن کرما به خوردن همدیگه، چند تا بیشتر باقی نمیمونن، اونا باز شروع میکنن به خوردن همدیگه، تنهایی و دوری از غذا، همشون دیگه میمیرن. وای وای سپر، اگه جان جانانی نباشه چی میشه؟ اگه درست نگاه کنیم سپر، دنیا همیشه زیباست، به شرطی که درست نگاه کنیم. ما اصلا نگاه نمی کنیم. خب چجوری میشه این مرض رو اصلاح کرد؟ فقط با توجه دائمی به گفتار و رفتار خودت. هر کاری که میخوایم انجام بدیم، اگه تمام جوانب اونو بسنجیم، هیچ وقت به مشکل برمیخوریم. دیگه فردا گریه نمی کنی که ای داد بیداد اگه اون کارو نکرده بودم، ای داد بیداد اگه این کارو میکردم. اون چالایی که بهت گفتم، اگه دقت کنی هیچ وقت تو چالا گرفتار نمیشه و حالت هم همیشه درست. تمرینا که سخت نیست؟ نه، میتونم بگم خیلی هم عالیه. روحتو نوازش میده؟ چه جورم؟ احساست چی؟ نسبت به گذشته تغییر کرده؟ خیلی. و با مشکلات به راحتی کنار میای؟ آره، در ضمن برخورد با اون شکستم برام خیلی راحت تر شده. منظورت شکست در عشقه؟ اگه بشه اسمش گذاشت عشق، بیشتر شبیه به بازی با احساسات بود. بازی با احساسات؟ ببین، همین که وانمود کنی کسی رو دوست داری و بعد ناگهانی بدون هیچ دلیلی همه چی رو از هم بپاشونی. خب شاید دلیلی وجود داشته. برای من ناگهانی بود. شاید برای اون بود. شاید از اینکه زنی بهت بی‌اعتنایی کرده دل خورد. شما هم که حرف اونو میزنی. چطور؟ اینکه من خودشیفتم. یه جور مهرطلبی. دقیقاً. و تو فکر میکنی که اینطوری نبود؟ آره، چون من عاشق اون بودم، واقعا اونو دوست داشتم. اون اینو میذاش به حساب مهرطلبی و خودشیفتگی. و هنوز غصه میخوری و خودت میریزی؟ بله. بعد اینکه جرأت نکردم قاطعانه حرف دلمو بزنم، دارم اذیت میشم. امیدوارم یه روز این فرصت از دست رفته رو مجدداً به دست بیاری. با این تمرینات و برنامه ریزی روز به روز داره اعتماد به نفسم بیشتر میشه. خوشحالم که داری گذشتت رو فراموش میکنی و تو حال
زندگی میکنی. الو شرور خانم، سلام، حال شما خوبه؟ ممنونم، میشه یه چند لحظه تشریف بیارین دم در؟ من دم در منتظرتون. تمرین اینه که با شراره قرار بذاری و برای همیشه باهاش خداحافظی کنی. باشه؟ باشه. سلام. بیا تو. سلام. نه خیلی ممنون، اومدم که اگه بشه همینجا یه چند کلمه با هم حرف بزنیم، بعد من رفع زحمت کنم. باشه هرطور راحتی. همه رو ول کردی رفتی واسه خود خلوت کردی. آره چطور بود؟ راستشو بخوای سوال خوبی داشت. میدونی هر کسی باید خودش تجربه کنی تا بفهمه. حالا مگه برای تو فرقی هم میکنه؟ اه. یعنی چی فرقی نمیکنه سپه؟ نگرانت بودم راستشو بخوای. ببین واقعیتش اینه که من از آدم ها که خیری ندیدم. گفتم یه چند روزی برم تو دل طبیعت، اونجا از خودم خلوت کنم. همین. از آدم ها خیری ندیدی؟ خب حالا تو دل طبیعت که تشریف بردین چیزی هم دستگیرتون شد؟ راستش بخوای آره. اینو فهمیدم که رسیدن به مقام عشق کار سخت و طولانی. خب بعد؟ و بعد اینکه طی کردن این مسیر کار هر کسی نیست. آه یعنی کار من نیست؟ نه بابا، من نمیخوام قضاوت کنم. نمیدونم قضاوت میکنی یا نه، ولی هرچی که هست الان هیچ حس خوبی رو به من انتقال نمیدی. خب این برداشته که تو خودت داری. آره ولی حتی این حرفت هم نشون دهنده اینه که داری منو تحقیر میکنی. نه ببین، این اصلا تحقیر نیست، این یه جورایی برداشتن نقاب از چهره است. یعنی من نقاب دارم؟ یعنی تو نقاب منو برداشتی؟ یعنی تو نقاب نداری؟ منظوره چی؟ ببین، تو آینه ای بودی که من خودم رو تو اون میدیدم. اما حالا هویت خودم رو پیدا کردم. ببین من اصلا نمیفهمم تو داری چی میگی. هویت چیه؟ هویت خودتو پیدا کردی؟ آره البته هویتی که دستکاری شده. خب این هویت دستکاری شده گم شده شما بالاخره پیدا شد؟ بله منتها برم سر اصل مطلب. واجبتر از همه این که من به این نتیجه رسیدم که هنوز برای من خیلی زوده که بخوام دم از عشق و عاشقی بزنم، به خصوص نسبت به عشق تو. سپر یعنی تو داری میگی که دیگه هیچ عشقی نسبت به من نداری؟ آره خب اگه اینه برای چی اینجایی؟ برای چی اومدی؟ نمیدونم، شاید برای اینکه خودم رو امتحان کنم. باور کنید از اون روز که این برنامه رو شما رفتین اجرا کردین اومده خونه همش میگه من دلم میخواد پیانو زدن یاد بگیرم، برای من پیانو بخرید. یعنی انقدر اصرار کرده که ما رفتیم یه پیانو هم براش خریدیم. حالا من نمیدونم این آسون هست میتونه یاد بگیره؟ یعنی از پسش میتونه بر بیاد؟ مامان اون گرم کن ورزشی های من نیدیم؟ فکر کنم ستاره انداخته تو ماشین لباسشویی. حالا اون سبزه رو بپوش.
ببخشید. گفتین که زمان کمی میبره یا چجوریه میتونه یاد بگیره؟ ولی چون استعدادش خوبه فکر میکنم زود یاد بگیره. خیلی هم علاقه داره. بنده نیست. خوبه. بزن. خوب پیش میره؟ بله، فعلا که خیلی خوبه. یعنی نوازنده میشه دیگه؟ انشالله. خودت راست میگه دیگه، کم کم داره دیر میشه، سنت هم که کم نیست. درباره چی صحبت میکنی مادر؟ خودتو به کوچه علی چپ نزن، ازدواجو میگم. خیلی خوب، مرسی از اینکه به فکر منی. ببین با ازدواج عشقم به وجود میاد، نگران نباش. نه من نگران نیستم، منتها یه جورایی بین عشق و عقل گیر کردم. من هنوز نمیدونم باید عاقلانه زندگی کنم یا اینکه باید دنبال عشق بگردم. من چیزی از عقل و عشق سرم نمیشه، فقط من میدونم که این دختر آقای رخشانی، همسایه‌مونو میگم، دختر خوبیه، به دردت هم میخوره. ببین پسر از دستش نده. همون که میاد به ستاره پیانو درس میده؟ پس مبارکه دیگه. بابا چی مبارکه؟ مامان تو رو خدا سر به سر من نذار، دوباره منو تو اون فلاکت ننداز. چه فلاکتی؟ حالا همچین دل خوش نکن. حالا باید ببینیم که پدر و مادر دختر راضی میشن به این مسئله. بابا مگه ازدواج به همین راحتی هاست؟ مادر بدبین نباش. ببین یه برنامه میذاریم، یه پیکنیک میریم، تو قشنگ نگاه کن همه این ور اون ور جوانبشو در نظر بگیر. اگر که اون تصمیم نهایی تو گرفتی اوکی دادی، بقیهشو بسپر به من. قبوله؟ خیلی خوب، خیلی خوبه. من با پیکنیکش کاملا موافقم. اما بیشتر از این رو من حساب نکنید. باشه؟ خیلی خوب. حالا هم بهتره خواهر کوچولو من شمعشو فوت کنه. مامان من میرم بدمینتون بازی کنم. باشه برو، ولی ما در دور نشی. خب داداش سپر تو هم بیا. تو برو من میام. باش بیا مادر، بیا این توپت هم ببر. سپر جا دخترم اون دور اونا رو همین دور بر باش. چشم. دست در بکن. میگم خانم عجب آب و هوای خوبی داره اینجا. میگم ایران ما یه همچی جای خوب تفریح داشت و خبر نداشتیم. بله که داشت، منتها شما خودتون کارخونه و اون سنگا همچین قایم کردی که خب اینجاها رو ندیدی. میگم خانمی شما همیشه از کار ما ایراد میگیری ها. من اینجا قول میدم حضور جمع از هفته آینده هر جمعه قرار میذاریم میاد تو دل طبیعت. یادت باشه قول دادی ها جلو همه. حضور جمع قول دادم. بابا مثل که یاد جمعونی یاد کردی ها. آره عزیزم، سپر جام پسرم، ما رو دست کم گرفتی ها، دود از کنده بلند میشه. ای والله آقا، ای والله، واقعا ای والله. من میرم با ستاره بازی کنم. خب سپر جان مواظب ستاره باشا. عزیزم مام تا اینا بخوان خانه با خورد اینجا رو عمل آماده کنن، ما بریم یه آتیشی بپا کنیم، یه جوجه کباب بدیم امروز خانما بخورن که همه انگشتاشون باشون بخورن. چه هواییه، چه خوب کاری کردین امروز دعوت ما رو قبول کردین با هم اومدیم بیرون، خیلی خوشحالم کردین. ممنونم، ما منتظر یه جرقه بودیم. باور کنید اولین باره که محمد رو راضی کردم بیاد بیرون، هیچ وقت نمیاد که. جوجه کباب خوب جوجه کباب شده، دست درد نکنه.
بذار چند یه سیک کنه بچه ها میان الان همه گرسنن. هیچ. بله میفرمید. همش تو خونه و امورات خونه. محمد هم که صبح میره شب میاد. باور کنید بعضی وقتا شب که میاد همه خوابن، روز هم که میره باز همه خوابن. خیلی وقتا شده فقط یک بار در هفته، اونم جمعه ها ما هم دیگر دیدیم. تازه اگه نره سر کار، جمعه هم روز داره بودو بره دنبال کار. ارکه اللهم، ارفیز بیزارم شما باید بزن میره من یه جاره بگم. خب، داشتی تعریف میکردی. هدیه جان، عزیزم، میوه برات پوست کندم. بفهم. ماشالله، بزنم به تخته. دخترتونم خانمی شده واسه خودشا. هزار ماشالله. هدیه خواستگارای زیادی داره. دکتر، مهندس. موندیم که کدومش انتخاب بکنیم. شنیدم. بعدی من میگم طبیعت رو یادت داره. نه، طبیعت که خوب جایی پیدا کردیم واقعا. جای خیلی خوبیه. انشالله که بچه‌ها خوش بگذره. هدیه جون، زحمت میکشی میوه ها رو بدی به سپه؟ نمیدونم کجا رفته، همین دوره وره. مرسی عزیزم، ببخشیدا. قربونت برم، خانوم ماشالله. الان مال من چجوری گره بزنم بهم؟ خسته نباشی. خیلی ممنون، مرسی. بابا دست شما درد نکنه، شما چرا زحمت کشیدین؟ چند تا دیگه سیخ داریم الان؟ الان داریم درزی، نبیم. صدای موسیقی شما تا اتاق من میاد. من واقعا از شما معذرت میخوام. صدا مثل این که بلنده اذیتتون بکنه. آره نه اتفاقا لذت میبرم. راست میگین؟ از شما به موسیقی علاقه مندی؟ بله، هم به موسیقی هم به شعر. شما چطور؟ من هم اگه راست رو بخواین، آره یه کمی اشعار سهراب سپهری رو دنبال میکنم. چی جالب، سپهر و سپهری. سپهر و سپهری، راست میگی، خیلی جالبه. خودم تا حالا دقت نکرده بودم. از کشف من بود. بله، در اون که شکی نیست، 100%. شما درستون تموم شده؟ من تا دیپلم خوندم، بعدش دیگه جذب بازار کار شدم، دیگه هم ادامه ندادم. شما چطور؟ ولی من لیسانسم رو که گرفتم دیگه حوصله درس خوندن نداشتم. پس با این حساب قصد ازدواج دارید؟ هرچی قسمت باشه. شما چطور؟ منم اگه واقعیتش رو بخوای اصلا حال و حوصله فکرم به این چیزا رو فعلا ندارم. اصلا تا حالا به ازدواج فکر نکردم. به اون صورت بچه رو نندازی. نه ترس، مواظب هم کن. بچه باید پریدن یاد بگیره که بزرگ شد یه خلبان خوب بشه. مگه نه؟ خلبان که نمیشه، مهماندار میشه. مهماندار چیه؟ خلبان خوبه. مگه نه؟ خلبان میشه. هرچی، حالا اگه خدایی نکردی یه خروش برداره، جواب بابا تو من نمیدونم چی بدم. بابا میگم، بابا به ما نقص فنی داشت، سقوط کرد.
اونجا بدون ملیکا. ملیکا پریده زودتر پایین. تیزه بچه. قربونت برم. بیا. چیه؟ میمینه. میبینی مثل برق و باد چند سال گذشت. عمرمونه ها. چی شده تو دوباره مود گذشته گرفتته؟ چی میدونم؟ اون عوض بازی پاشو اینا رو وصل کن. بازی هم یه بخشی از زندگی خانم. چه اشکالی داره؟ اشکالی داره؟ میکنم اشکالی داره؟ اشکالی داره؟ اشکالی داره؟ بجایی کن چه شکلی؟ بیا جواب بده. بله. الو. الو. چند زدی؟ الو. کی بود؟ نمیدونم جواب نداد. کسی که صدای من خوشش نیومده. منظورت چیه؟ تو میدونی خوب منظورم چیه. دوباره میخوای شروع کنی ها؟ بله خود بچه رو بده بیمان. اصلا به ما نیومده مثل آدم میزاد زندگی. خب ببینم اگه این دیوونه یه روزی روزگاری زندگی شما رو به تباهی کشید اون وقت چی؟ مطمئنم که عشق من دیوونگی اونو مهار میکنه. مون بذار خودش تصمیم بگیره و انتخاب کنه. که حالا از شما سوال کرد؟ آخ تو داره همیشه با این تعیین تکلیف میکنی. همین حرفا باعث شده که به سرانجام نرسه. اگه سرانجام رسیدن اینه هم بهتر که سرانجامی در کار نباشه. من فکر میکنم که ازدواج بدون برنامه ریزی عشق رو به مسلخ میبره. چه عجب شما یه سری به ما زدی؟ خواهش کنم. نه اینکه شما هر روز هر شب خونه ما کنگر میخوره رو لنگر میندازیم. بابا این حرفا چیه؟ ما که دائما مزاحم شما ایم. هدیه کجاست؟ پولاس نگران توست. ما که فرار نمیکردم برمیگشتم. حالا هرس نخور بریم بالا شام تازه سرد میشه. ببین بابا ما مثلا ازدواج کردیم که کانون زندگیمون گرمتر بشه. من این کارو کردم که نیمه گمشده زندگیمو پیدا کنم. غافل از این که نیمه اول خودم هم گم کردم. خب آدم باید طوری رفتار کنه که دیگران ناراحت نشن. یه جوری لباس بپوشه یا یه جوری حرف بزنه که همیشه احترامش حفظ بشه و بگن عجب آدم خوبیه. بله. البته که دیگران هرچی میگن ما باید انجام بدیم. همیشه همین طور بوده. همیشه نظر دیگران مهمتر از نظر منه. منتها بابا پس من چی؟ مرده شور این دلو ببرن که هر چی میکشم از دست همین دله. دلم از دلی سرخ و سفید و آبی میزنم زمین هوا ده نمیدونی تا کجا میره. من این توپا نداشتم بابام به هم ایدیده یه توپا قلقلیده. باری کنده دختر خوشگلم. بی بگیر عروسکت. یک دو سه ملکا میوه میخوری ماما؟ مواظب خودت باش. چه خبر؟ ماما اینا چطورن؟ ماما اینا هم خوبن. دیروز بازم ما هم افرومین خرید طبق معمول. تو دست از سر مامان بیچارت بر نمیداری. ملکا نیفته. نه با ملکا عادت داره. سلام آقا طبه. سلام خانم، حال شما چطوره؟ خوبین؟ خوب هستین؟ متشکرم، خسته نباشین. قربان شما. سلام، چطوری؟ خیلی خوشم اومدید. مرسی. چه عجب اونس خانم این برا؟ واگون که. من که همیشه مزاحم شما. خواهش می‌کنم، منزل خودت. ملیکا کو. ببخشید. سپر خیسش نکنی. جیگرتو بخوره بابا. ببینم. به به چه قایق سواری میکنه بچه‌م. قربونت برم بلای. کلاسای تو هم تموم شده نه؟ فکر کنم ولی باز تماس میگیریم که مطمئن شیم.
هفته دیگه امتحانا شروع میشه. تو آماده ای؟ خانم خیلی خیلی خوشم. ممنون. میگم هدیه 500 هزار تومن پول تو کیف من بود، الان نیست. تو ندیدی؟ آره خب من برداشتم بردم ریختم بانک. چیکار کردی؟ بردم قسط رو دادم دیگه. بابا تو نباید با من مشورت میکردی حداقل. شاید اصلا من نمیخواستم این ما پول بریزم به حساب. تو اقل از من اجازه میگرفتی؟ ببخشید نمیدونستم واسه آب خوردنم باید از شما اجازه بگیرم. خانم تو چرا اصلا حالیت نیست؟ مثلا آب خوردن نیست، بحث 500 هزار تومن پوله. آقا سپه چنقدر خودتو ناراحت میکنید؟ بالاخره که این قسط باید ماه دیگه پرداخت میشد. خانم اصلا حرف شما متین، ولی من واسه این پول تا این ماه 1000 تا نقشه شد کشته بودم، میخواستم ازش استفاده کنم. آخه 500 هزار تومن که درد شما رو دوا نمیکنه. نمیدونم، شاید هم حق با شما باشه. چی بگم والا؟ بله فقط من اینجا هیچ حقی ندارم. بفرم ولی به درستش کن. ببخشید. الیکا چطوری بابا؟ تو چرا قیافه گرفتی حالا؟ شیطون ببینم یک پر بینت برم. دوست دارم یه روز از خدا بپرسم، تو که منو از هیچ آفریدی، تو که این همه نعمتهای مختلف در اختیار من گذاشتی، زیبایی، لطافت، آرامش و خیلی نعمتهای متنوع دیگه، حتی در مقابل کوچکترین مخلوقات خودت، حشرات، حیوانات، گیاهان، سنگ‌ها و خیلی چیزهای دیگه، الا ماشاءالله آیه نازل میکنه که هر جوری دلت میخواد مختاری رفتار کنی. من موندم که اگه این مردم سر سوزنی از کارهایی که اون برای من کردن انجام میدادن چی به سرم میآوردن. بابا ایوالا ناز کرمت. سلام، تو که بازم دیر کردی؟ مگه خودت کی اومدی؟ من خودم همه الان رسیدم، ولی هیچ ربطی نداره، تو باید 10 دقیقه پیش تعطیل میشه. خوبه حالا بعد حالا. این چیه؟ سپه، بس یه دقیقه بایم سی دوستم رو برسونی. دوستت که ونوس رو میگی؟ آره. باش ونوس چه خبر؟ سلامتی هیچ. سلام آقا سپه. سلام خانم. حالا شما چطور؟ مرسی، ممنون، ببخشید دیر کردم. خواهش میکنم. ما عجله‌ای نداری؟ داری؟ نه. پس شما با آرامش حرف میزنی؟ پس بله دیر که همچین شوهری گیرش اومده. شوهر نه خانم، نفرمایید، بفرمایید فرشته. بفرمایید سوارش. البته با کمی مخلفاتش. مثل عصبانیت و بد اخلاقی و... نه اگه تو خدا، مگه آقا سفر عصبانی هم میشه؟ قطر زر زرگر شناسد خانم، اون قطر گوهر گوهری بگه. نه نه سباشیم به هدیه هم اومد بابا، من یه دقیقه میرم بادا برمیگردم. تا حالا کجا بودی؟ باشگاه. اون کدوم باشگاهیه که تا الان بازه؟ کار داشتم. میگم نکنه قرار حضوری داشتی امشب. تو بازم خیالاتی شدی؟ خیالاتی؟ از نظر تو آره، ولی میدونی هر زنی بهتر از هر کس دیگه ای بیوفایی شوهرشو میفهمه. خانم جان بنده که نمیتونم صبح تا شب بشینم تو خونه بر دل شما. میگم میخوردم به فکر من اون بچه باش، از صبح تا شب بیرونی. بابا حتما دلیلی داره. خب تو نمیتونی همینجوری منو متهم کنی.
چه دلیلی؟ شما جوش خروش رو یه آدم زنده و عاشق رو به نظر من نداری. نکنه انتظار داری دائما دورت بگردم ها؟ متاسفانه بدبختی ما اینه که تو از اولش همینجوری فکر می‌کردی. حق نداری همینجوری به من اهانت کنی. همه این حرفا بهانه است. من اینو خوب می‌دونم که تو دیگه منو دوست نداری. ببین عزیز من، تو تربیت بچه هیچ اشکالی نداری. کاملا هم آدم موفقی. متوب به خدا من همیشه آرزو می‌موده که میتونستم با تو رفیق باشم. همیشه دلم می‌خواست فضای زندگیمون اینقدر گرم و سالم باشه که من یک لحظه تو خونه موندن و با شماها بودن و با هیچ چیز دیگه عوض نکنم. میدونی تو دنبال عشقی نه دنبال زندگی. جدی میگی؟ کیا اومده بودن دیگه؟ نه به جون تو من مشکلی با اونا ندارم، نه به خودم. ببین من بعدا بهت زنگ میزنم. خیلی خوب باشه، بهت زنگ میزنم. خداحافظ. سلام. کی بود؟ چرا خدافزی کردی؟ یکی از دوستان بود. صحبتمون تموم شد، خدافزی کردیم. چیکار باید میکردیم؟ نه باید خدافزی میکردی؟ میخواستی همجور بدون خدافزی قطع کنم. کجا بودی تا الان تو؟ ترافیک بود. بچه صبح تا الان اونجا گشنه است، هیچی نخورد. یه جایی که از رابرس به من گیر بدی پاشو برو یه چیز درست کن بدون بخور. بله. سلام هدیه جون. سلام، چطوری؟ مرسی خوبم، تو چطوری؟ خوبم. آقا سپهر خوبم؟ سپهرم خوبه. هدیه جون میخواستم برای فردا اگر میتونی باید خراب بزنم جزوات از دست بگیرم. راستش من فردا نمیتونم بیام، ولی اگه فکر میکنی ضروریه یه جوری به دستت برسونم. چجوری؟ میخوای آقا سپر اگه میتونن؟ سپر فردا خونه نیست، ولی من میتونم با پیک برات بفرستم. آره خوبه. پس کاری نداری؟ نه مرسی، خداحافظ. با آقا سپر سلام برسون. خداحافظ. قربان، مرسی، خداحافظ. کی بود؟ ونوس بود. پس چرا خدافزی کردی؟ خدافزی که قدغنه. خیلی خوب، چیکار داشت؟ هیچی، چند تا جزوه میخواست، گفتم با پیک برات میفرستم. چرا با پیک؟ خب من که دارم فردا میرم سر راه همون بر بده میبرم دیگه. نه لازم نیست، شما از کارتون میفتید. هر جور میلتون. من چون مسیرم اونوری بود بکنم. این نمیخواد بکنم. مسیر تو از هر طرف باشه با مسیر ونوس یکی نمیشه. اینو بهت قول میده. من آرزو به دل موندم که یک دفعه با تو حرف بزنم. حرفای من بد برای تو تداعی نشه، تو بتونی حرفای منو درک کنی. خدا هیچ وقت اینجوری نشد. ببین الانم تو عصبانیت اصلا نمیشه تصمیم کنی. بعدش من الان میخوام با خودم خلوت کنم، اجازه میدی؟ هر کاری دوست داری بکن، اهمیتی نداره. حالا ریخته به هم. دلتو دریایی کن، انتظارات تو کمتر کن، یکم تو کوتاه بیا، یکم تنش سرس بشه، عاشق زندگی باش. واسه شور زندگی احتیاج به عشق نیست، عشق کمتر خودش به زندگی. بفرمی. آره یه چند روزی اومدم ویلای شما. و با شناختی که تو از من داری احتمالاً حدست باید درست باشه. آره دقیقاً. کدوم حرف؟
آره. صدای تو همیشه به من آرامش میده. ببین یه خواهشی ازت دارم. اینکه هیچ وقت شنیدن صدا تو از من دارد نکن. میدونی؟ من به روح کلمات تو نیاز دارم.